هموطنان بسیار گرامی سلام عرض می کنم. نام من نور احمد خالدی است. در این سخنرانی ما می خواهیم همبستگی خود و حمایت خود از سخنان افتخارآمیز خانم محبوبه سراج که در کنفرانس اسلو با قاطعیت از وحدت مردم افغانستان حمایت کرد و با قاطعیت هر گونه تجزیه طلبی را در افغانستان محکوم کرد و اعلان داشت که به هیچ صورت اجازه نخواهد داد کسی کشورش را به 5 منطقه تقسیم کنه. با قاطعیت ما از این موقف خانم محبوبه سراج حمایت و پشتیبانی میکنم و در دفاع از سخنان این خانم با افتخار میخوایم مطالب را در تاکید بر وحدت ملی مردم افغانستان و در ارزیابی زوایای مختلف انگیزه های مختلف و عواقب تجزیه طلبی در افغانستان به هموطنان عزیز خود ارائه کنم. با گرفتن قدرت دولتی توسط طالبان در 15 اگست سال 2021 امید یک تعداد از افراد، یک گروه ها و عناصر برای ادامه کشور افغانستان و دولت افغانستان کاملا از میان رفته. این افراد، این اشخاص در آینده افغانستان برای خود هیچ جایی نمیبینند. بنابراین ناگزیر ای افراد شعارهای میانخالی تجزیه طلبی را عنوان می کنند، در حالی که امروز بیشتر از هر زمانی امکان تجزیه کردن این کشور، امکان تجزیه شدن افغانستان از بین رفته است. از این راه گذر این کشور نظر به عوامل جغرافیایی و تاریخی تجزیه ناپذیر است. واقعیت های جغرافیایی و دموگرافیکی کشور طوری است که بازندگان اصلی تجزیه افغانستان به شمال و جنوب کسانی خواهند بود که امروز از همه بیشتر به عملی شدن چنین تجزیه دل بستند. بنابراین باید در عوض به دنبال شعارهای متحد کننده بین اقوام پرداخت تا اگر ما اهداف مشترکی داریم برای آینده افغانستان، برای جلوگیری افغانستان از ادامه یک دولت افراطی، ما با هم زمینه های اتحاد پیدا کنیم تا این کشور ما بتانیم از منجلاب افراطیت مذهبی نجات بتیم و به سوی یک افغانستان متمدن و یک افغانستان عادل و یک افغانستان مترقی که برای تمام مردم خود، چی زن، چی مرد، چی قپشتون، چی تاجک، هزاره، ازبک و سایر اقوام یک سرزمین ایدئال برای زندگی باشه. این وظیفه روشنفکران است که به همچو سعی و کوشش بپردازن و این راههای اتحاد مشترک پیدا کنن. و تقاضای ما از هموطنان است که گوش بتن به این ارزیابی، این به دقت بشنون، چون به برداشت ما نظر برزیابی ما تجزیه طلبی به نفع هیچ گروه قومی زبانی در افغانستان نیست. حتی کسایی که فکر میکنن با تجزیه طلبی با تجزیه افغانستان مشکلاتشون رفع میشه، نخیر، من میخوایم در این سخنرانی ثابت کنم که نه تنها مشکلات هیچ قوم و هیچ گروه رفع نمیشه، بلکه این مشکلات مضاعف و بیشتر.
ما صحبت میکنیم از اول از عوامل وحدت ملی در افغانستان و همچنان بعدا میگیم که علل جنبش تجزیه طلبی چیست؟ چی سناریوهای تجزیه طلبی را در افغانستان مطرح شده تا به امروز و عواقب این تجزیه طلبی چی خواهد بود؟ اول صحبت میکنیم سر عوامل وحدت ملی در افغانستان. تاریخ نزدیک به 300 سال افغانستان با وضاحت نشان می‌دهد که در افغانستان علی‌رغم احساس نابرابری ملی در طول قرن‌ها مبارزه اقلیت یا قوم معین برای احقاق حق تعیین سرنوشت خود مسئله مبرم روزمانه آنچه در سریلانکا بین تامیل و سیالیستا دیدیم و همچنان قسمی که در هند، ایران، ترکیه، پاکستان، اوکراین، سوریه، عراق و غیره جاها دیدیم یا میبینیم همچو یک جنبشی در افغانستان وجود نداشت. کسانی که پیوسته ستم زمان امیر عبدالرحمن خان را برای همه میکشند این را فراموش میکنند که پسرش امیر حبیب الله خان با درک این بی‌عدالتی با صدور فرمان خطاب به فامیل های هزاره رسما از اعمال پدرش معذرت خواست و این فرمان را به تمام فامیل های هزاره ارسال کرد با آنکه عمل امیر عبدالرحمن خان در جریان سعی او برای تحمیل یک حاکمیت مرکزی بالای تمام افغانستان بود، اما با وجود از او در این حملاتی که در مرکز افغانستان انجام شد ای بیادالاتی های صورت گرفت و که از این بیادالاتی ها با در نظر داشت این بیادالاتی ها امیر حبیب الله خان از مردم از دارم معذرت خواست و از او دعوت کرد که دوباره به خانه خود برگرد. البته می داریم که جنبش در آن زمان در زمان عبدالرحمن خان یک جنبش تجزیه طلبی و استقلال طلبی در مناطق هزارنشین بین یک تعداد عناصر قوم هزاره اوج گرفته بود که از حکومت مرکزی نمیخواستن اطاعت. اگر ما از حملات عبدالرحمن خان صحبت میکنیم در مناطق مرکزی افغانستان، فراموش نکنیم که در گذشته بسیار نزدیک در زمان ربانی مسعود در حکومتشان جنگ افشار صورت گرفت که قوای احمد شاه مسعود بالای افشار حمله کرد و هزاران نفر هزاره در این جنگ کشته شد و ای هم به حساب گفته های طرفداران مسعود ای به خاطر از این بود که هزاره ها یا گروه حزب وحدت به حاکمیت حکومت مرکزی رباری مسعود گردن نمین. پس ما میبینیم که تفاوت های زیادی هم وجود نداره در بین عمل کرده گروه های مختلف قومی در افغانستان در برخورد با تأمین حاکمیت مرکزی. نزدیک به 300 سال قبل وقتی که حدود جغرافیایی نامشخصی به احمدشاه دورانی به میراث رسید، این خطه فاقد هر گونه ساختار دولت و حتی قوانین مرسوم آن زمان بود و از طرف صفوی ها، افشاری ها و دولت مغولی هند اداره می شد این مناطق. احمدشاه عبدالی اقوام این سرزمین را متحد نمود و دولتی در آن خطه ایجاد کرد و آن را به امپراتوری بزرگ مبدل ساخت و با بازماندگانش تحویل کرد. امپراتوری عبدالی، بازماندگان احمدشاه عبدالی برای حفظ این کشور و دولت آن از یک طرف در مقابل پیشروی های دولت های قاجاری ایران و در غرب مقاومت کردند، با سه جنگ قهرمانانه در مقابل نیروهای استعماری بریتانیای کبیر در شرق و جنوب ایستادگی کردند و همچنان جلو و پیشرفت روسیه تزاری را به جنوب گرفتند. در عین زمان با تمام دسایس این قدرت ها در جهت درهم شکستن پایه های دولت افغانستان توسط عمال آنها از داخل جلوگیری کردند.
تا کودتای 26 سرطان سال 1352 یا 1973 افغانستان به مقایسه همسایه‌های خود و بخصوص ایران در 300 سال گذشته دولت مستقر داشته، در حالی که در طول این زمان در ایران صفوی ها، افشاری ها، زندی ها، قاجاری ها، بختیاری ها سلطنت کرده و با روی کار آمدن هر کدام این خاندان ها اعضای سلطنت قبلی را یا تمام اعضای خانواده سلطنت قبلی را از تیغ کشیده بودند. حالا بعضی ها میگویند در افغانستان ملت ساخته نمیشه، در حالی که ساخته شده و از آزمون زمان هم پیروز شده. متاسفانه این افراد خبر ندارند و یا هم نمیتوانند قبول کنند. در افغانستان 16 قوم از جمله پشتون ها، تاجک ها، هزاره ها، ازبک ها، پشهی ها، عرب، قرقیز، ترکمن، بلوچ و غیره زندگی می کنند. شمال و جنوب کشور را کوههای صعب البربور هندوکش از هم مجزا می کنند. جنگ خانمان براندازی که نزدیک به 40 سال است در این کشور ادامه داشت، به فروش پاشی افغانستان، به تجزیه افغانستان ننجامید. من فکر نمی کنم که تنها اعتقاد به دین اسلام به عنوان یک ارزش کلیدی در ای عدم فروپاشی کافی بوده باشد، چون تمام گروه هایی که در این جنگ شرکتن مسلمان هستن، همچنان تمام همسایه های ما مسلمان هست. بنابراین اسلام نمیتونه یک عامل یا یک شرش یک عامل متحد کننده برای ادامه افغانستان بوده باشد، نقش کلیدی رو بازی نکرده. پس چه عواملی از فروپاشی افغانستان جلوگیری کرده؟ ما در اینجا یکی سخنایی که به حق گفته آقای رزاق مامون، به حق گفته که سنت های در هم آمیخته احساسات و حالت روانی همسان در عمق لایه های تباری و انزوای اعتیادی به قدامت چندین قرن عامل اصلی بقای افغانستان بوده است. درست میگه آقای رزاق مامون، درست میگه. با وجود که با آقای رزاق مامون اختلاف نظرهای زیادی در زمین های مختلف دارم، اما ایشان در قسمت عوامل اتحاد ملی مردم افغانستان درست میفرمایند. بنابراین در عمل در هم آمیزی خونی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی به عنوان ستون استوار در برابر ضربات جنگ و توطئه عمل کرده و با وجود این کار تجزیه طلبان سبب ایجاد ملت افغان گردیده که بر تمام اقوام برادر با حفظ و احترام به مشخصات فرهنگی آنها در کشور، همون نند کشورهایی که به سیاست های چند فرهنگی عقیده دارن اطلاق میگردن. تاریخ گواه است که با تجاوز بیگانگان بر این سرزمین تمام ملت های آن، اهم از پشتون و غیر پشتون، یک دل و یک جان با هم از یک پارچگی و استقلال خانه مشترکشان افغانستان دفاع کردن. متاسفانه سیاست های نفاق افغانانه بخصوص در زمان جهادی ها و طالبان از قوام همبستگی ملی کشور جلوگیری کرد و نگذاشت کشور در عرصه های متعدد من جمله تکامل اقوام آن به ملت واحد با منافع مشترک به جلو رود. بنابراین طوری که در بالا دیدیم، این کشور به دلیل عوامل جغرافیایی و تاریخی تجزیه ناپذیر است. فرضی من تکرار میکنم، افغانستان به دلیل عوامل جغرافیایی، عوامل تاریخی و عوامل اجتماعی تجزیه ناپذیر است. در این مورد یک مثال خدمت شما عرض میکنم. در سال 2013 یک خبرنگار از ریچارد ارمیتاژ معاون وزارت خارجه امریکا در زمان جورج دبلیو بوش که طراح پلان حمله به افغانستان در سال 2001 بود پرسید. یعنی آقای ریچارد ارمیتاژ خودش
معاون وزارت خارجه جورج دبلیو بوش بود و یکی از طراحان حمله بالای افغانستان بود که دولت طالبان برانگیخت. خبرنگاری از ریچارد ارمیتاج پرسان میکنه که هرگاه فردا با رئیس جمهور اوباما برای صرف نان چاش دعوت گردی در مورد آینده افغانستان و پاکستان به رئیس جمهور چی مشوره خواهید داد؟ ارمیتاش پاسخ میده: جناب رئیس جمهور. ارمیتاش پاسخ میده میگه که من بر رئیس جمهور میگم که جناب رئیس جمهور، من مطمئن هستم که 25 سال بعد از امروز یک کشوری موجود خواهد بود به نام افغانستان، با بیش و کم همین حدود جغرافیایی و همین ملت. اما در مورد پاکستان بسیار مطمئن نیست. این بسیار جالب است. از طرف یکی از بالاترین مقامات امریکایی گفته میشه در مورد ناگزیری استقرار دولت افغانستان و کشور افغانستان و ابهام در مورد آینده پاکستان. زمینه های تجزیه طلبی چی ها هستند؟ پیروزی نظامی مجاهدین در بهار 1992 همراه با ظهور متعدد مراکز قدرت شرایط را برای رشد نیروهای محلی یعنی ملیشه‌های محلی مهیا کرده بود. این جبهه های فرماندهی محلی و غیر متمرکز که از هماهنگی سست منطقوی و معامله‌گری روی وفاداری های شکننده با یک یا چند حزب جهادی پشاوری یا در ایران شکل گرفته بودند، در جنگ با دشمن مشترک خیش یعنی بر ضد قوای اتحاد شوروی و دولت خلق و پرچم از نظر نظامی بسیار موثر بودند، موفق بودند. اما به علت نبود یک دیدگاه سیاسی مشترک، یک انگیزه سیاسی مشترک، استراتژی‌های موثر و تعهدات لازم در میان رهبران سیاسی و مداخلات خارجی، ثمره موفقیت نظامی آنها به پیروزی سیاسی برای برقراری یک نظام مناسب در افغانستان، یک نظامی که تمام افغانستان مردم افغانستان به او توافق داشته باشند و از او حمایت کنند نه انجامید. و در نتیجه جنگ های تنظیمی افغانستان به یک مخروبه تبدیل شد و افغانستان واقعا به منجلاب یک کشور ملوک التوافی مبدل کرد. در هر گوشه و کنار افغانستان یک تنظیم جهادی، یک قماندان جهادی حکومت میکرد. به این اساس کشور بر اساس تمایلات قبیلوی، قومی، زبانی و جناحی با واحدهای خودمختار و دارای قلمرو کاملا معین تقسیم شد. رشید دوستم بالای 5 ولایت شمال غربی عمدتا ازبک نشین فرمان میراند. شورای مشرقی در جلال آباد بالای چند ولایت شرقی و جنوب شرقی افغانستان حکومت میکرد. منطقه هزاراجا زیر کنترل حزب وحدت قرار گرفت. اسماعیل خان کنترل هرات و چند ولایت همجوار غربی را به عهده گرفت. احمد شای مسعود و شورای نظار و شورای نظار او کنترل شمال کابل تا وادی پنشیر و سراسر هندوکش و شمال مناطق زیر کنترل حکومت استاد برهان الدین ربانی را در اختیار داشت. گلبدین حکمتیار بر ساحات جنوب و شرق کابل غلبه داشت. کندهار و جنوب افغانستان که عمدتا مسکونی قبایل پشتون درانی هستند کنترل فرماندهان متعدد جهادی قرار داشتند که نتوانسته بودند با همدیگر روی رهبری مشترک موافقت کنند. با ظهور طالبان در 31 اکتبر سال 1994 و متعاقبان با خلسلای فرماندهان جهادی محلی و پاک کردن جاده ها و شعارها از وجود دزدان و باجگیران این وضع عوض شد و قندهار و ولایت مجاور آن در زیر کنترل واحد جنبش طالبان قرار گرفت. البته ما میدانیم که جنبش طالبان در پاکستان ایجاد شد از مدارس مذهبی افراطی در پاکستان که رهبری سیاسی این طالبان همی مدارس به عهده داشتند و دولت پاکستان سرمایه‌گذاری هنگفتی در زمان صدارت بی‌نظیر بوتو بالای ایجاد گروه طالبان انجام دادند و ایجاد جنبش طالبان یا تنظیم طالبان با حمایت امریکا
سعودی و بعضی کشورهای دیگه غربی انجام یافت. در سال 1994 هر واحد منطقوی به محور یک مرکز عمده تجارتی و فرهنگی با وابستگی معینی در خارج از کشور به وجود آمده بود و رهبران آن و رهبران هر کدام غالبا به تفاهم آسانی با همسایگان خیش چی در داخل و خارج افغانستان رسیده بودند تا احساس خودمختاری نسبی هم دیگر را تضمین کنند. هر واحد با کمترین قید و شرط به خواست و دلخواه مرد قدرتمند یا جنگسالار اداره میشد. حاکمیت قانون موجود نبود و تطبیق عدالت مطابق موازین اسلامی بر بنیاد درک محلی از شریعت و عادات رسوم محلی مروج گردیده بود. در چون موجودیت چنین شرایط اصطلاح ملکوت توافی قرن بیستم در افغانستان بود که طالبان با تصرف قندهار عرض وجود کردند و با در ظرف دو سال به دروازه کابل رسیدند و به تاریخ 26 سپتامبر 1996 کابل اشغال کردند و یک دولت به نام امارت اسلامی در افغانستان ایجاد کردند. متاسفانه طالبان یک رژیم اختناق قرون وسطایی مذهبی را در کشور ایجاد کردند و آزادی های اجتماعی و فردی مردم بخصوص زنان را زیر نام اسلام محدود ساختند، در حالی که در هیچ کشور اسلامی چنین محدودیت هایی وجود ندارد و هیچ کشور اسلامی شریعت به آن طوری که طالبان تفسیر می کنند تفسیر نمی کنند. بدین گونه طالبا آزادی های اجتماعی و فردی مردم بخصوص زنان را محدود ساختند که سقوط نهایی آنها به دست قوای امریکایی با استفاده از نیروهای محلی با استقبال همگانی مردم افغانستان بخصوص روشنفکران قرار گرفت. از اینجاست که میبینیم کسانی که در گذشته از تقسیم کشور به حوزه های خودمختار منطقه‌ای با قدرت جاه و منال رسیده بودند بار دیگر با سرازیر شدن کمک های هنگفت پولی نقده و نظامی امریکا به رهبران و جنگسالاران محلی برای کمک به سرنگونی دولت طالبان در شرایط قرار گرفتند تا مناطق خود را تا مناطق خود مختار محلی خودها را دوباره احیا نموده و عملا کشور را دوباره به حوزه های نفوذ جنگسالاران مبدل سازند. این افراد با هر گونه اقدام برای ایجاد یک دولت مرکزی مقتدر در افغانستان مخالفت کردند. یعنی در طول 20 سال گذشته همه رهبران و جنگسالاران رهبرهای تنظیمی با حکومت مرکزی از استقرار یک حکومت قوی مرکزی مخالفت کردند. علل تجزیه طلبی چیه؟ تعدادی از فعالین سیاسی و مدنی در میان تاجیک ها و هزارها پیوسته شعارهای پشتون ستیزی، جدایی طلبی و تجزیه طلبی را سر میدهند. میگویند وقت آن است تا با اینها، یعنی طالب نکتایی دار و غیر نکتایی دار و قبیله خانه جدا کرد. ما را راه ما و اینها را راهشان. لطیف پدرام گفته بود تا با اینها راه جدا نشود سعادت نخواهیم دید. از محمد سعیدی در وبلاگ هزاره پیوند میخوانیم که گفته بود تا کی باید خاموش باشیم تا مبادا دیو از خواب بیدار شود. دیو که بالاخره آخرش از خواب بیدار میشه و همونطور که بارها ما را بلعیده باز هم خواهد بلعید. دیگر وفادار ماندن به افغانستان هیچ فایده‌ای ندارد. بالاخره با در همین گونه سیاست ها دیو طالبان را بیدار کرد. کابل پرس در سال 2011 طرح تجزیه کشور را با چنین مقدمه مملو از برداشت‌های ضد افغانی از تاریخ کشور برامی اندازد. یعنی فکر کنین که یک سایت مطبوعاتی آزادانه بدون هیچ گونه ترس از دولت افغانستان طرح تجزیه طلبی را مطرح میکند و بعد میپرسد آیا تجزیه افغانستان به چند کشور دیگر میتواند آغاز برای پایان رنج و ستم تاریخی و ادامه دار در افغانستان باشد؟ در پاسخ به این درخواست ده ها مقاله در کابل پرس به نشر رسید.
تعداد زیادی از اتباع افغانستان نیز در پایین مقالات و در صفحات یا در صفحه فیسبوک کامل پرست نظر خود را ارائه کردند. صاف و پست کنده. وقتی کابل پرس می نویسد که شهری که کنون افغانستان می نامندش خود پاره از جغرافیای سیاسی بزرگتر بوده، اشاره به زمانی است که این خطه جزو قلمرو شاهان صفوی و قاجاری فارس بوده، مطابق تبلیغات شیونیستای نیوز ناسیونالیست ایرانی در نتیجه تجزیه ایران نام افغانستان بران نهاده شده و حکومت های افغانستان با پشتوانی قدرت های منطقه و فرامنطقه باوجود آمده. با این نوشته کابل پرس انزجار خود را از ایجاد دولت های مستقل بومی افغان ها در این سرزمین در 300 سال گذشته توسط میرویس خان هوتک و احمد شاه ابدالی برملا نموده و آن را به دیده تحقیر می نگرد. کابل پرس در حقیقت به یاد دوران اشغالگران صفوی و قاجاری ایران اشک می ریزد. این اشک ریزی یا بر احساس همتباری قومی و زبانی مسئولین کابل پرس است و یا بر اساس همگونی اعتقاد آنها به مذهب شیعه می باشد. دیگر هیچ دلیلی وجود ندارد. مخالفان و موافقان تجزیه افغانستان هر کدام از زاویه‌ای با موضوع برخورد کردند. مهمترین زاویه دید مخالفان این است که این طرح اهداف برخی از کشورهای منطقه و جهان را پیش می برد و تر این مسئله مساوی با خیانت ملی می باشد. آنان طرفداران تجزیه را متهم به جاسوسی و فعالیت به نفع کشورهای دیگر می کنند. موافقان می گویند مخالفان از تحولات منطقه‌ای و جهانی بی‌اطلاعند. آنان می گویند تجربه چند قرن اخیر نشان داده که نمی توان با طرفداران خشونت و حکومت‌های خودکامه اشغال سرزمین غیر افغان را همراه با تخریب تاریخ و فرهنگ و ارزش‌های آنان به عنوان استراتژی انتخاب کردند زندگی کرد. یکی از جوانان برزاق مامون نوشت که چی گفته در برابر تفکر تجزیه خواهی قد علم کردی؟ بمان که افغانستان تجزیه شود، ما از یک جا بودن با پشتونها در یک مملکت چه خیلی دیده ایم که تو شله هستی. اگر تو چیزی دیده ای با ما هم بگو. تجزیه شود که راحت شویم. ای در سایت اینترنتی کابل پرس یک شنبه 26 جون 2011 نشر شده. از فردای ختم رای دهی در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری 2014 وقتی دکتر عبدالله عبدالله نتایج انتخابات را نپذیرفته، شکست انتخاباتی خود را ناشی از تقلب در آراء ولایت خوست دانست. بسیاری از حامیان او به کوبیدن دهل جدایی ایجاد شمال و دولت و یک دولت موازی پرداختند. حقیقت تلخ برای روشن فکران ما این است که ریشه اصلی این اختلافات نه در تفاوت نظرها بالای پالیسی های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی میان جناح‌های شامل دولت و خارج آن، بلکه در شکلگیری ترکیب قومی دولت بر سر اقتدار نهفته است یا نهفته بود. گروه میکوشند به هر قیمتی از نفوذ مجدد پشتون‌ها در مقامات کلیدی قدرت سیاسی و نظامی جلوگیری نمایند. این طرز دید را در بهبوه بحران انتخابات 2014 دکتر امین سیقل پروفسور علوم سیاسی در پوهنتون ملی استرالیا چنین خلاصه می کند. او می نویسد که این واقعیت‌های تاریخی به یک تعداد رهبران و چهره‌های پشتون آنگونه تفکر را ایجاد نموده که تصور می کنند تفوق سیاسی حق طبیعی پشتون‌ها می باشد. برای آنها قبول این امر دشوار است که مداخله نظامی امریکا و متحدین آن سبب به قدرت رسیدن اقلیت‌های غیر پشتون در افغانستان شده و این اقلیت‌ها دیگر حاضر به قبول تفوق سیاسی تاریخی پشتون‌ها نیستند. این البته به انگلیسی نشده شده، ترجمه‌اش از من است. چون این است تکیه‌گاه تئوریک اختلافات اصلی سیاسی در کشور، حداقل پروفسور امین سیقل موضوع اکثریت و اقلیت در افغانستان حل کرده. پروفسور سیقل از یکی هواخوان بسیار نزدیک جمعیت سیاسی است و خودشان به قوم تاجیک ارتباط دارد که برادرش سفیر افغانستان در ملنتید بود، محمود سیقل.
افغانستان عمیقا عنعنوی با گفته پروفسور سیقل بین قوس میگیریم سخنانش، مداخله نظامی امریکا و متحدین آن سبب به قدرت رسیدن اقلیت های غیر پشتون در افغانستان شد. و حالا این اقلیت های غیر پشتون حاضر نیستن طوری که اخیر ملاحظه کردیم، یعنی در انتخابات 2014 دیدیم، در انتخابات 2019 دیدیم، قدرت سیاسی را از راه انتخابات دوباره با پشتون ها بدن یا شریک بسازن. از راه انتخابات حاضر نیستن قدرت سیاسی با پشتون ها شریک شد. و در صورتی که متوجه میشن همه چی را از دست میدن، پافشاری بالای شراکت 50-50 کردن طوری که دیدیم بعد از هر دو انتخاب. بیجد نیست که لطیف پدرام میگوید با استفاده از فرصت هایی که نیروهای بین المللی فراهم کردن بهتر از کار را یک طرفه کنیم و در ولایات غیر پشتون اعلان خود مختاری کنیم. به زبان محمد سعیدی در وبلاگ هزار پیوند میخوانیم که تا کی باید خاموش باشیم تا مبادا دیو از خواب بیدار شود. دیو که بالاخره آخرش از خواب بیدار میشه. سناریوهای تجزیه طلبی چگونه؟ سناریوی تابلوی ارائه شده، انحلال کشور افغانستان و پیوستن به کشورهای همسایه بر مبنای معیارهای قومی و زبانی، یکی تقسیم کشور به شمال و جنوب و ایجاد کشور خراسان در شمال هندوکش، سه ایجاد کشور هزارستان در مناطق هزارنشین مرکزی، چهار ایجاد ایالت خودمختار فدرال با داشتن قوای امنیتی محلی، پنجم ترسیم مجدد نقشه شرق میانه پیشنهادی دگرال راف پیترز اردو امریکا در سال 2006. خب بیاین هر کدام این سناریو را مطالعه کنیم. در سناریوی اول تو گفته میشه که ما کشور تجزیه شباب و هر ولایتش به اساس معیارهای قومی زمانی به همسایه‌های افغانستان یک جا شد. خوشبختانه این سناریو را شخص مهمی پیشنهاد نکرده. اما اگر تجزیه کامل کشور از طرف پشتون ستیزهای افراطی تاجیک و هزاره به مسابه یک پالیسی مطرح گردد که فعلا مطرح شده بعد از به قدرت طالبا و مناطق کشور به اساس معیارهای قومی و زبانی و با در نظر داشت دیوار طبیعی هندوکش با کشورهای همسایه مدغم گردد، تنها بخشی که به عنوان یک کشور مستقل باقی خواهد ماند هزارجات یا هزارستان خواهد، چون او جایی نداره که با یک کشور دیگه یک جا شد. از نظر قومی تجزیه افغانستان به شمال جنوب، ولایت شمال هندوکش در گذشته از نظر فرهنگی باشندگان آنها با مناطق واحدهای اداری بدخشان، قطغن و ترکستان تقسیم شده بود و با نامهای حکومتهای کلان بدخشان، حکومت کلان قطغن و حکومت کلان ترکستان افغانی یاد می شده. اکثریت باشندگان قطغن و ترکستان افغانی را ترک تبارها تشکیل می دادند. حتی ما نقشه‌ای داریم در این مورد. سوالی است که جدای شمال از جنوب چه نفعی برای باشندگان ولایت تاجک نشین و هزارنشین کشور که در جنوب کوههای هندوکش زندگی می کنند به بار می آورد. از لحاظ جغرافیایی ولایات پنجشیر، پروان، کاپیسا، بامیان، دایکوندی و غزنی عمدتاً در جنوب کوههای هندوکش قرار دارند. تنها موجودیت تونل سالنگ و چندین گردنه صعب العبوری این ولایت را به ولایت واقعی در شمال هندوکش وصل می کند. بنابراین باشندگان همه این ولایات به اجبار موقعیت طبیعی و جغرافیایی خش از قرنها به این سو در ازدواج با باشندگان ولایت پشتونشین شرقی، جنوب شرقی و جنوب کشور بوده و برای ابد شریک روزهای خوب و بد همدیگر هستند.
هرگاه آرمان ناسنجیده جدای طلبان تاجیک و هزاره به حقیقت مبدل گردد، تاجیکا و هزاره های ساکن ولایت جنوب هندوکش ناگزیر همچنان اتباع کشور افغانستان باقی خواهند ماند. اما این بار با کم شدن درصدی نفوسشان به اقلیت کوچکتر مبدل خواهد شد. هیچ کس نمیتونه ولایات تاجیک نشین جنوب هندوکش از افغانستان جدا کنه. این از لحاظ نظامی عملی نیست، از لحاظ کثرت نفوس عملی نیست و از لحاظ نفوذ پشتون‌ها در جنوب هندوکش عملی نیست. بنابراین در این قسمت تاجیک ها و هزاره ها که در مناطق مرکزی افغانستان زندگی میکنند هیچ شانسی ندارند با شمال یکی شود. یعنی اگر شمال هندوکش مستقل شود، جنوب هندوکش افغانستان باقی بیانه، کتله بزرگ تاجیک های افغانستان و تمام هزاره های جنوب هندوکش شامل افغانستان خواهد بود، نه شامل خراسانی که این تجزیه طلب ها پیشنهاد میکنه. در این زمان با تقسیم افغانستان به شمال و جنوب، تاجیکای شامل ساکن ولایات شمالی خود را دفعتاً شهروندان به گفته خودشان کشور جدید تاثیر ترکستان خواهند یافت. بله، ترکستان، چون اسم تاریخی این ولایات در گذشته نه چندان دور ترکستان افغانی بود. در سایت اینترنتی ترک تباران ما با وضاحت یک نقشه را میبینیم که در این نقشه تمام مناطق شمال هندوکش تا فاریاب، یعنی از بدخشان گرفته تا فاریاب، به نام ترکستان یاد شده و جنوب هندوکش به نام افغانستان نوشته کرده. از جانب دیگر کسانی که بنادانی از تاریخ به ایجاد خراسان در شمال دل بستند باید بدانند که آنچه از خراسان باستانی در افغانستان باقی مانده صرف شامل ولایت بادغیس و هرات و بخشای از غور و می باشد، در حالی که بلخ شامل تخارستان باستان است. در قطع از تقسیم افغانستان و ایجاد کشور ترکستان، تنها کسانی که مستفید خواهند شد اقوام ترک تبار و مغولی، ازبک، هزاره، ترکمن و یوغور، قرقز ساکن شمال هندوکش خواهند بود، نه ساکن جنوب هندوکش. این اقوام به گواهی تاریخ مغولها، سلجوقیان، خوارزمشاهیان، شیبانیها، تیموریها، همه سرباز و با اسب و شمشیر زاده می شوند و ناگزیر حاکمیت تاریخ خود را بالا این سرزمین دوباره اعاده خواهند کرد. دیگه ترک تبارها اجازه نمیتن خودت در شمال خراسان بسازی و اختیارش به دست تاجیکا بدی. در عمل بازماندگان حقیقی در این سناریو تاجیکای بدخشانی و هزاره های مغولی در این زبان بلخ خواهد بود که با چنین که با جدایی از پیکر اصلی هم نژادان خود در جنوب به هندوکش دفعتاً به اقلیت بسیار محدود در کشور ترکتبار ترکستان به حاکمیت شیبانی خانهای امروزی تن خواهند داد. شیبانی خانهای امروزی را ما میبینیم در وجود اشخاص مانند دوستان و هم قطارای ازو. خوشبختانه ترک تباران افغانستان با آگاهی سیاسی چشمگیری تجزیه شمال جنوب افغانستان تبلیغ نمی کنند. ما در هیچ جا ندیدیم. باید بیاوریم که جنرال دوستم وقتی با اشرف غنی پیوند اتحاد سیاسی بست به صراحت اعلام کرد که هدف اصلی او از این کار جلوگیری از تجزیه کشور است. خوشبختانه روشنفکران آگاه قوم تاجیک و هزاره نیز حماقت تخیل جدای شمال را به خوبی می بینند. آقای اکرام اندیشمند در یک نوشته چند سال قبل نوشته بودند که
اگر در یک احتمال فرضی نظام فدرالی در افغانستان محقق شود که به صورت طبیعی معیارهای قومی نقش اصلی را در شکل گیری واحدهای فدرال داشته باشد، تاجیک ها و فارسی زبانان و زبان تاجیک ها و زبان فارسی دری بازندگان اصلی در این نظام خواهند بود. تاجیک ها برخلاف سایر اقوام در بخش بزرگ جغرافیای افغانستان سکونت دارند. تاجیک ها به همان حدی که در شهرهای شمالی قندوز و بغلان بسر میبرند، به همان حد در شهرهای جنوبی گردیز و غزنی زندگی میکنند. تاجیک ها به همان حدی که در ولایت شمال شرقی تخار و بدخشان هستند، بیشتر از آنها در ولایت غربی و شمال غربی بادغیس، فرا و هرات تقسیم شدند. تاجیک ها آنگونه که در ولایت شمالی فاریاب، جوزان و سرپل زندگی میکنند، در ولایت شرقی و جنوبی نینگرهار، لغمان و لوگر هم حضور دارند. حضور و سکونت تاجیک ها در مناطق مرکزی افغانستان و ولایت مرکزی نیز بسیار گسترده است. تشکیل نظام فدرالی و مرزبندی های ولایات در واحد های فدرالی شرایط بسیار دشواری را برای تاجیک ها تحمیل می کند. تاجیک ها در بسیاری از این واحد ها به اقلیت های قومی تحت فشار تبدیل می شوند. در حالی که هنوز هیچ نشانی از ایجاد نظام فدرالی در افغانستان دیده نمی شود، مرزهایی که هواداران قومی این نظام با واحدهای فدرالی می کشند ترسیمی از بی‌عدالتی و تصویری از آتیه یک تاریک سقوط در خصومت و منازعات قومی خواهد بود. زیان و ضرر نظام فدرال برای فارسی دری، برای زبان فارسی دری، زبان فراقومی و زبان تفاهم ملی در افغانستان جبران‌ناپذیر خواهد بود. کاربرد زبان فارسی دری که زبان اول و مادری تاجیک ها و هزاره ها و زبان دوم تمام اقوام افغانستان است، در نظام فدرال محدود می شود. نه تنها زبان فارسی دری قلمرو حضور و نفوذ سرتاسری خود را در افغانستان از دست می دهد، بلکه مردم اقوام دیگر از بزرگترین زبان تاریخی و علمی سرزمین خود و از یگانه زبان تفاهم بین القومی محروم می شوند. این محرومیت برای جوامع اقوام دیگر که ظهور نخبگان آنها در تاریخ کهن و معاصر این سرزمین پیوسته با زبان فارسی دری پیوند دارد غیر قابل جبران خواهد بود، زیرا هیچ زبان دیگر قومی در واحدهای فدرال که بر مبنای هویت قومی و زبانی تشکیل می شود خلای زبان فارسی را به عنوان زبان پربار فرهنگی و علمی پر نخواهد کرد. او می نویسد در حالی که نظام فدرالی تاجیکا و زبان فارسی دری را در افغانستان متضرر می کند، منفعت آن برای اقوام دیگر نیز غیر قابل پیش بینی و ناروشن است. طرح و دیدگاه حل معضل بی‌عدالتی قومی و اجتماعی از راه فدرالی ساختن نظام سیاسی افغانستان مبتنی بر تجارب تاریخی و علمی نیست. در هیچ کشور و جامعه چند قومی دارای نظام فدرال معضل نابرابری و تبعیض قومی در تحصل به این نظام مرتفع نگردیده است. راه حل مشکلات قومی در تحول از جامعه قومی به جامعه شهروندی، تغییر از جامعه سنتی به جامعه مدرن و تغییر افراد جامعه از رعیت به شهروند نهفته است. این تغییر و تحول مستلزم تحول در اندیشه و فرهنگ، پیشرفت در عرصه آموزش و پرورش و مستلزم توسعه در عرصه های حیات سیاسی و اقتصادی است. وقت جامعه افغانستان و هر جامعه دیگر وارد این تحولات نشود، معضل بی‌عدالتی های اجتماعی و تبعیض قومی در نظام فدرالی هم راه حل پیدا نمی کند. قوم پرستی از هر نوعی و زیر هر نام من جمله حل مسئله ملی مخرب بوده و در نهایت هیاهوی تجی افغانستان را به میان می آورد، قسمی که به میان آورده. پلان مورد اشاره بلکول تجزیه افغانستان به شمال و جنوب با واگذاری جنوب به طالبان است.
و ای در پلانهای امریکایی بسیار شدیدن موجود بود. اما خوشبختانه که ای طرح امریکایی به شکست مواجه. اگرچه ای پلان برای بار اول نکلک رهبر حزب لیبرال دموکرات و معاون صدر اعظم بریتانیا سپتامبر 2009 مطرح کرد، این پلان تجزیه طلبان امریکایی انگلیسی نقش براب شد و امروز افغانستان واحد وجود داره. متاسفانه ما در شرایط بدی و سخت زندگی میکنیم، از لحاظ عدالت اجتماعی، از لحاظ حقوق بشری، از لحاظ نیازمندی های یک جامعه متمدن، اما ما امید از این وجود داره که با کمک و همبستگی تمام هموطنان، هم وطن پرست ها، ما بالاخره رای پیدا کنیم برای رفع مشکلات خود. یعنی از تجزیه طلبی در افغانستان جلوگیری شده، از تجزیه جلوگیری شده، امکان از این فعلا وجود نداره، خیال و خیال خام است، عبث است، مبارزی عبث است، جد و جهد بی نتیجه است. در عوض وظیفه اصلی اتحاد تمام هموطنا، وطن پرستا، ترقی خواها، تمدن طلبا و ایجاد یک پلتفرم مشترک است. در اجلاس شیکاگو در سال 2012 وقتی که این طرح‌ها طرح شد، همین طرح مانند بلک ویل، احمد رشید نویسنده معروف پاکستانی در اجلاس کنسول شیکاگو اظهار داشت باید بگویم که بسیاری ها کوشیدن افغانستان را تجزیه کنند، شما اولین شخص نیستید، بقیه که انگلیس ها کوشیدن، شوروی ها کوشیدن، پاکستانی ها و ایرانی ها کوشیدن اما موفق نشدند. افغان ها قبول ندارند کشورشان تجزیه شود و این استقامت آنها قابل تقدیر است. به اروپا نگاه کنید، 5 دقیقه بعد از فروپاشی اتحاد شوروی، یوگسلاوی ها به بیش از 1 درجن کشور مستقل تقسیم شد. افغان ها می خواهند کشورشان داشته باشند. هرگز هیچ یک از رهبران افغانستان صحبت از تجزیه نکرده که باقی مانده باشد. علاوه بر آن، تجزیه افغانستان و یا ماندن آن و یا مانند آن تجزیه پاکستان به در همشکستن سرحدات کشورهای منطقه مبدل میگردد. به خاطر باید داشت که سرحدات کشورهای منطقه از ایران گرفته افغانستان، پاکستان و هندوستان سرحدات طبیعی نبوده، بلکه ناشی از زد و بندهای استعماری میباشد. هرگاه شما با این سرحدات بازی کنید، به عدم استقرار تمام این منطقه مجر خواهد شد. من مطمئن هستم که هیچ یک از کشورهای منطقه تجزیه افغانستان را نمی خواهند، چون به هرج و مرج عظیمی در منطقه مبدل خواهد شد. ما بازم از آقای رضا قمامون نقل قول میکنم. در اینجا رضا قمامون می نویسه، ای در امون مباحثه است که در قسمت تجزیه افغانستان صورت گرفته بود. در آقای رضا قمامون می نویسه: بیایید درباره بیندیشیم. اگر بنا به اشاره احمد رشید در صورت تجزیه افغانستان پشتون‌ها در موقعیت رانده شدگان فراموش شده قرار گیرند، بر سر شمال و نواحی مرکزی چه خواهد آمد؟ اطلاعات موجود می رساند که مارشال فهیم و استاد برهان الدین ربانی علی رغم آن که سالها در مخالفت با گروه طالبان پشتون قرار داشتند، مخالف سرسخت تجزیه افغانستان می باشند. این دو هیچگاه از ایده فدرالیزم هم دفاع نکردند. مارشال فهیم باری در یک مجلس با اشاره به طرح تجزیه افغانستان در آستانه سقوط حاکمیت طالبان در سال 2001 که در نتیجه توافق میان جورج بوش و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه مطرح شده بود، گفت
در مذاکره رویاروی با پوتین این مسئله بالا شد. من یک مشت پسته را از میان ظرف فروی میز برداشتم و گفتم حاضر نیستم به اندازه یک مشت از خاک افغانستان کم شود. در ماه آگست سال 1998 در بدترین شرایط جنگ و محاصره طالبان در شمال، سردار ناصری قنسل نظامی ایران در مزار شریف طرح تجزیه افغانستان را پیش کشید که با مخالفت بسیار قاطع شادروان احمد شاه مسعود روبرو شد و خونزی های بی سابقه سراسر شمال را در بر گرفت. رضا قمامون صورت کامل ماجرا را در کتاب جنجال برانگیز رد پای فرعون شرح داده است. ما میبینیم که حتی بزرگترین رهبران قوم تاجیک که شامل ربانی، شامل احمد شاه مسعود و شامل مارشال فهیم هرگز تجزیه افغانستان تبلیغ نکردن و با او مخالفت کردن. و ما از زبان مارشال دوستم هم شنیدیم که گفتن که مخالف تجزیه افغانستان هستن. هموطنان عزیز، کشور موجودی افغانستان نظر به شرایط دشوار طبیعی و جغرافیایی آن و پراگندگی محل سکونت اقوام آن قابل تجزیه نیست. اگر چنین تجزیه هم صورت بگیرد، باز هم به مفاد قوم تاجیک و هزاره که مدعیان اصلی تجزیه هستند نمی باشد و عملا آنها را به اقلیت‌های کوچکتری در کشورهای افغانستان در جنوب و در ترکستان در شمال هندوکش مبدل خواهد ساخت. جبر زمان و موقعیت طبیعی و جغرافیایی افغانستان اقوام پشتون، تاجک، هزاره، ازبک و غیره را در این کشور در کنار هم قرار داده و باید راه‌های زندگی با همی و مشترک را باید پیدا کنیم. ما از آقای دستگیر روشنایی که در صفحه فیسبوک خود نوشته بودن چند سال قبل نقل قول می‌کنم که نوشته بود تا هنوز امکانات و ظرفیت‌های جلوگیری از حوادثی که هیچ کس وقوع آن را آرزو نمی‌کند و هیچ کس نمی‌خواهد آن را ببیند وجود دارد. قوم و قومیت را سیاست نکنید. این کار نفرت انگیز و فاجعه آور است. اگر در افغانستان چنین فاجعه رخ دهد، آنان وارد عمل خواهند شد که تعصب‌ها و نفرت‌های کور قومی و مذهبی را تحریک می‌کنند و آنان به میدان خواهند آمد که در انسان کشی و ریختاندن خون به مرحله جنون رسیدند و آماده هستند تا هزارها انسان و از جمله کودکان، زنان و مردان را به نام قوم، مذهب و زبان و منطقه بکشند. نباید پلها را در عقب خود تخریب کنیم. حل مسئله ملی در افغانستان تنها از راه برخورد روشن فکرانه، برخورد عادلانه، برخورد منطقی حل قابل حل است، نه از راه برخورد قوم پرستانه. مشکل ما مشکل قومی نیست. ایست جنگ ما جنگ قومی نیست. جنگ ما جنگ قومی نبود. ای اداره کسای مانند جنرال مشرف و آیسای تلقی کرد به غرب که از افغانستان خارج شوین، اینجا جنگ قومی است. و متاسفانه یک تعداد اشخاص ناآگاه در افغانستان فکر میکنن جنگ افغانستان جنگ قومی است. هرگز در افغانستان جنگ قومی نبوده. ما در هیچ ولایت جنگ های قومی را ندیدیم تا زمانی که اشخاصی که مانند پدرام و امثال هم پیدا شدن و با وجود فتنه انگیزی ها و ترغیبات اشخاص مانند پدرام، باز هم در هیچ جایی هیچ کس مردم به ترغیبات تجزیه طلبانی ای اشخاص گوش ندادن. خوشبختانه ما جنگ قومی نه در شمال داشتیم، نه در جنوب داشتیم، نه در غرب داشتیم و نه در شرق داشتیم و من مطمئن هستم که در آینده هم نخواهیم داشت. اصلاح سیستم اداری محلی، تجدید نظر بر
حدود جغرافی ادارات محلی بر اساس علایق مشترک قومی، فرهنگی و دادن اختیارات لازم به باشندگان ولایات در انتخاب رهبران خود و پیشبرد امور محلی با حفظ اقتدار و حاکمیت دولت مرکزی در حل مسائل ملی کمک میکند. قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی بستر خوبی از ما تا در این زمینه پیشرفت کنیم و یک جامعه پیشرفت کنیم و یک جامعه متمدن که در او حقوق شهروندی حاکم باشه این را به میان بریم. با امید موفقیت تمام هموطنان و هم میهن پرستان و وطن پرستان افغانستان در رد اغواگری های تجزیه طلبانه دشمنان کشور و ملت افغانستان. تشکر از توجهتان.